به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. وکیل مدافع پاکستانی در داخل دادگاه کشته شد. منابع پاکستانی دوشنبه از کشته شدن لطیف آفریدی، یکی از وکلای مدافع سرشناس این کشور خبر دادند. پلیس پاکستان گفته است که لطیف آفریدی زمان کشته شد که یک مهاجم مسلح در داخل محکمه پشاور بر او تیراندازی کرد. مقام‌های امنیتی پاکستان از بازداشت مهاجم خبر داده اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند. لطیف آفریدی 79 سال داشت و همچنین به عنوان رئیس اتحادیه وکلای مدافع پاکستان هم کار کرده است. ده ها طالب در پنچیر کشته و زخمی شدند. منابع محلی در ولایت پنچیر میگویند که در پی سه حادثه ترافیکی در این ولایت 4 جنگجوی طالب کشته و دست کم 20 تن دیگر آنان زخمی شدند. منابع شامگاه یکشنبه 25 جدی در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که این رویدادها در 2 روز گذشته در ولسوالی های آبشار، روخه و شتل ولایت پنچیر رخ داده است. به گفته منابع، در پی این رویدادها 3 تن از جنگجویان طالبان در ولسوالی آبشار و 1 تن دیگرشان در ولسوالی شتل جان باختند. منابع دلیل وقوع این رویداد را به احتیاطی رانندگان طالبان عنوان کرده، میگویند که یک رنجر این گروه با دیوار استنادی برخورد کرد و 2 رنجر دیگرشان به دریا سقوط کرده است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. یک مرد در کابل 4 نفر را کشت. منابع میگویند که صبح امروز دوشنبه مرد در کابل به ضرب گلوله 4 تن را به قتل رسانده است. این رویداد در جاده 40 متره شهدای معارف دشت برچی در غرب کابل رخ داده است. بر بنیاد اطلاعات نشر شده، فردی که این 4 تن را به قتل رسانده پس از درگیری با طالبان و از زخمی کردن یکی از افراد طالبان بازداشت شده است. گفته می شود که قربانیان این رویداد باشندگان ولسوالی مالستان ولایت غزنی هستند. هنوز علت این رویداد معلوم نیست. و در پایان خبری که تازه به ما رسید. یک روز پس از انفجار مرموز در بلاک‌های کفایت سنتر شهر کابل، منابع میگویند که در این رویداد 3 جنگجوی طالب کشته شدند. منابع در شهر کابل و روزنامه 8 صبح میگویند که انفجار روز یکشنبه در خانه یک جنگجوی طالبان در کفایت سنتر رخ داده است. بر بنیاد اطلاعات رسیده، انفجار در منزل 9 کفایت سنتر رخ داده که منجر به کشته شدن 3 جنگجوی طالب شده است. با گفته منابع، این انفجار ناشی از مواد منفجره بوده است. طالبان تا هنوز تلفات جنگجویانشان را تایید نکردند. پیش از این گفته شده بود که رویداد روز یکشنبه در کفایت سنتر ناشی از انفجار بالون گاز بوده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.